نهمین عامل برای برقراری یک رابطه جنسی شگفت‌انگیز اینه که زوجین باید مثل دوتا دوست باشن برای هم، دوتا رفیق. تحقیقاتی که پروفسور مارکمن، دکتر استنلی هال و خانم بلومبرگ در دانشگاه دنور انجام دادن بر روی صدها زوج در مورد اینکه انگیزه شما برای ازدواج چی بوده، تمام افراد بدون استثنا از کارگر و کشاورز گرفته تا رئیس کارخونه و رئیس شرکت، از بی سواد تا دکترا و فوق دکترا، همه در یک چیز متفق القول بودن، متفق النظر بودن. این چی بود؟ این بود که هدف اصلی ما برای ازدواج این بوده که یک رفیق خوب داشته باشیم، یک دوست خوب پیدا کنیم برای خودمون، یک دوست همیشگی و همراه. خب پس چرا بعد از این که چند سال یا چند ماه از ازدواج ما میگذره ما اشتباه میکنیم و اون دوستی و رفاقت اولیه رو به فراموشی میسپاریم؟ انگار رنگار که این همسر ما دوست ما بوده. خب دوتا دوست وقتی میرسن به هم چجوری با هم رفتار میکنن؟ آیا شروع میکنن از بدبختی ها و مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها یکی یکی فقط پیش هم آهناله و شکایت میکنن؟ چند تا دوست شما دیدید که وقتی میرسن به هم شروع کنن حالگیری کردن؟ اکثریت دوستا اینطوری هستن که وقتی میرسن به هم میگن و میخندن، خوشن، یعنی از خوبی ها، خاطرات خوب و شیک و شیرین و زیبای خودشون برای هم دیگه تعریف میکنن. اما زوجین وقتی میرسن به هم شروع میکنن از مشکلات و سختی ها و بدبختی ها. ماشین بنزین زدی؟ پول برق و آب و دادی؟ بچه رو کی بردی مدرسه؟ چرا به موقع نبردی؟ چرا اینو اینجا گذاشتی؟ چرا اون اونجا گذاشتی؟ مگه قرار نبود که خونه رو بگی بیان تمیز کنن؟ چرا جلوی در رو وقتی آشغال رو بردی ریختی رو زمین؟ چرا جلوی در وقتی آشغال رو بردی ریختی رو زمین؟ یعنی دائما گیر دادن به همو کنترل کردن. خب دیگه از حالت دوستی و رفاقت خارج میشه. اگر میخواییم دوست خوبی باشیم، یک، باید حرف از مشکلات کمتر بزنیم و بیشتر به خوبی ها و خوشی ها بپردازیم. اینو ما در استعاره گلزار صحبت کردیم و در مدیریت تضاد که یکی از شیوه های بسیار جالب برای حل مسئله است که پکیجش رو به زودی بیرون میدیم تو همین هفته، شما شاهد خواهید بود که چطور ما مشکلات رو حل بکنیم. ما نیومدیم تو زندگی، ما ازدواج نکردیم برای اینکه دائما مشکل حل کنیم. ما ازدواج میکنیم برای اینکه به آرامش بیشتری برسیم، عشق بیشتری رو دریافت کنیم، عزت بیشتری رو بگیریم. نتیجه این که یک زوج موفق در برقراری یک رابطه جنسی بیشتر از این که دوتا مبارز باشن برای حل مشکلات، دوتا دوست خوب هستن، برای هم وقت میذارن. پس برای هم وقت بذارید و لحظاتی رو وقتی به منزل برمیگردید مثل دوتا دوست بشینید، حرف بزنید، بگید و بخندید. یکی از اساتید دانشگاه صحبت میکرد، میگفتش که ما دانشجو بودیم دوران دانشجویمون، میگفت که ما خونمون تلویزیون نداریم و بچه ها همه میخندیدن، میگفتن که اینو نگاه کن چقدر مثلا اینها بی ذوقن. بعد بچه ها گفتن خب شما تلویزیون ندارید چیکار میکنید؟ ما با هم حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، تازه وقتم کم میاریم. به اینا میگن دوتا دوست، دوتا رفیق، رفیق شفیق. اینجوری شما میتونید با هم مهربونتر، صمیمیتر و زندگی زیباتری رو رقم بزنید. شاد و سرفراز باشید. بریم برای دهمین عامل برای برقراری یک رابطه شگفت‌انگیز.